نوشتن من یک پسر 16 ساله هستم و تا جایی که خودم میدونم همجنسگرا هستم. البته هیچ رابطه‌ای با کسی نداشتم. در ضمن هیچ علاقه به رابطه با یک دختر ندارم. خانواده من بسیار مذهبی هستن، طوری که حتی اسم همجنسگرا یک فحش حساب میشه براشون و واقعا این پنهان کردن گرایشم منو آزار میده. حتی من در طول یک دو سال اخیر به قدری افسرده و منزوی شدم که پارسال ترک تحصیل کردم، ولی امسال به خودم این جرأت رو دادم که کمی مقابله کنم با این قضیه و دوباره به مدرسه برگردم. خواهش میکنم راهنمایی کنید که حداقل بتونم با خانوادم این مسئله رو در میون بگذارم. اگر فقط خانوادم منو قبول کنن، نصف این بار افسردگی و ترس کم میشه. واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم. شاید باورتون نشه، ولی الان من چند ماه بیرون نرفتم، الان چند ماه فقط صبحا میخوابم و شبها خوابم نمیبره، چشمام میسوزه ولی نمیتونم برم بیرون، میترسم چون قبلا تحقیر شدم و هنوز هم میشم. توی خانواده ای هستیم که از پدر و مادرم گرفته تا خواهر و برادرم منو تحقیر میکنن که چرا موهات مثل دخترها بلنده و توی یا تو مدرسه گیر میدن باید موهات رو کوتاه کنی. خب من چجوری با اینجور آدم ها درباره گرایشم حرف بزنم؟ البته من رفتارهای دخترانه زیادی ندارم که باعث بشه بفهمن من همجنسگرا هستم و اصلا هم دوست ندارم رفتارهای دخترانه رو. بعد نوشتن که واقعا دیگه دلم میخواد بمیرم و کمکم کنید. گفتن چند سالشونه؟ 16 سال. اوی عزیز دلم، من خیلی ناراحت میشم آقای برومن برای عزیزان همجنسگرای ما. خیلی مورد ظلم و ستم خانواده و جامعه، فرهنگ و مذهب قرار گرفتن متاسفانه و سیاست قرار گرفتن متاسفانه و دل من خیلی به درد میاد براشون. اولا تو سن 16 سالگی، من نمیگم تو عزیز اونم نیستی، ولی سن 16 سالگی یه سنیه که ممکنه که این گرایش ها پیدا بشه، چه گرایش چه برای خانم، دختر خانم، و چه برای پسر. اینه که حواست به سنت هم باشه، یه نگاهی بکن به خودت، ببین از کودکی چه حال و روزی داشتی، چقدر این احساس رو از همون کودکی داشتی. اینا رو یه چک خودت بکن عزیزم، ببین واقعا هیچ اشکالی نداره. البته از دید من همجنسگرایی اصلا اشکال نداره، بلکه بسیار هم به نظر من طبیعیه، ولی متاسفانه فرهنگ و مذهب و سیاست بعضی از کشورها هنوز این مسئله رو نپذیرفته. ولی من علمی صحبت میکنم. اول میخوام خودت مطمئن بشی که آیا همجنسگرا هستی یا این یه سن نوجوانیه و تغییرات هورمون، تغییرات عاطفیه که این احساس به دست داده. اگر مطمئن شدی، متاسفانه الان وقتی که نوشتی خانواده مذهبی هستن، خب یه گرفتاری تو اینجا داری دیگه. اتفاقا آقای برومن، من در مورد شکست و پیروزی همین دو هفته پیش که صحبت میکردم، یکی از کیسا نوشته بودن که بزرگترین شکست در زندگیم این بود که پذیرفتم همجنسگرام. که من خیلی دلم سوخت و توی تلویزیون گفتم که عزیز دلم، این شکست نیست، این پیروزیه که تو پذیرفتی، به یک واقعیت رسیدی و دیگه خود فریبی نمی کنی و حالا پذیرفتی، حالا باید با این مسئله کنار بیای و بپذیری بیشتر و ببینیم حالا خانواده چی کار میتونن بکنن. خانواده مذهبی و یا سنتی متاسفانه شدیداً مقابله میکنن با این مسئله، خیلی هم شدید خودفریبی میکنن. یعنی حتی اگر میدونن که بچهشون گی و یا لزبیان همجنسگرا هستش، ولی مثل کفک سرشون رو تو بحث میکنن و کوشش میکنن که این مسئله رو ندیده بگیرن و تحمیل میکنن که این حقیقت نداره، تحمیل به خود و اون عزیزشون، و فکر میکنن که با شوهر دادن و یا زن دادن اینا این از سرشون میپره، و یا خیلی وقتا فکر میکنن که این یه بیماری متاسفانه، و حرفای خیلی زشتم که میزنن دیگه در مورد همجنسگراها.
خیلی سخته عزیزم. اگر خانواده بسیار مذهبی و سنتی داری، ببین با کدوم یکی از اعضای اگر اول مطمئن بشو که هستی، بعد با یکی از اعضای خانوادت که احساس میکنی که بهش نزدیک هستی و میتونی این مسئله رو باش در میون بذاری، با یکی از اعضا اگر دوست داشتی اعضای خانوادت در میون بذار، برای اینکه این نگه داشتن این به اصطلاح سیکرت و یا این سر خیلی تو رو اذیت بیشتر میکنه، خیلی عذابت میده و افسردگی کم توی گفتی افسردگی برات آورده عزیزم. خیلی آنفر آقای برومن، خیلی غیر عادلانه است که ما ببینیم عزیزی که تقصیر خودش نیست، همجنسگراست، با خودخواهی مذهبی سنتی و فرهنگی سیاسی خودمون انکار بکنیم و تحمیل بکنیم، اجحاف بکنیم بهش و حاضر باشیم بچه‌مون افسرده بشه، بیماری‌های مختلف روانی و بعد میشه جسمی بگیره، که فقط بخوایم نگه که من گی و یا لزبیانم. آخه کجای این سلامت یک خانواده است و کجای این عشق و محبت یک پدر و یا مادره؟ ولی در حقیقت سلامت جامعه در حقیقت باید هم گفت اضافه کردن. چی عزیزم؟ سلامت جامعه رو هم باید اضافه کرد در حقیقت. دقیقا، حتما هم شما درست میگین. جامعه هم دوباره نمیپذیره. اگه دقت کنین، من با ریسرچ تحقیق میکنم برنگشتم ایران، چقدر الان اتفاقا گی لزبیان خیلی بیشتر شده از قبل، با اینکه الان انقدر محدودیت ها خیلی زیادتره. خب دلایل متفاوت هم داره برای زیادش، وارد اون بحث نمیشیم، ولی جامعه دوباره، جامعه رو کی میسازه آقای برومن؟ من و شما میسازیم جامعه رو. جامعه رو خانه، پدر و مادر، اون خانه‌ای که توش بزرگ میشیم و بعد خانه همسایه، مدرسه، دبستان، دبیرستان و دانشگاه و یا محیط کار میسازه. اینا همه جامعه است دیگه. ما اگر هر کدوم از منها بتونیم رشد فکری پیدا بکنیم، روشن فکر واقعی بشیم، دست از تعصبات پوچ قهقرایی عصر حجریمون برداریم و مهربان شیم با بچه عزیز دلمون، مهربان شیم. آخه چقدر فاجعه، تا کی دیگه فاجعه؟ که چقدر آقایون همجنسگرا طول تاریخ ازدواج کردن، بچه دارم شدن، ولی گی و یا همجنسگرا هستن، یه خانوم و یه شوهر و نسل بعدی هم از بین بردن. آخه کجای این سلامتی که توی مادر و پدر متعصب فکر بکنی که اگر زنش بدی مردم نفهمن، اب نداره، فقط مردم نفهمن. این چه خود فریبی و دیگر فریبیه؟ اولا که مردم احمق نیستن، مردم به راحتی خیلی ساده متوجه میشن. این من کپکه هستم که سرمو کردم تو بس و نمیخوام با واقعیت روبرو بشن. واقعیت برای خانواده ها خیلی تلخه، ولی اگر این مسئله رو چند تا از پدر مادرهای واقعا روشن فکر و مهربان، در درجه اول مهربان، اگر شروع بکنن، مثلا من همین چند دو ماه پیش یه عزیزی پسرشون اینجا داره همجنسگراست، ترانسکشواله و کاملا خب این خیلی اذیت شده بود، خیلی آقای برومن تو شهر کوچیکشون، چون آرایش میکرده از بچگی موها رو، همه رو آرایش میکرده، موهای همه رو درست میکرده، بعد این بچه خیلی کتک خورده بود از همون بچگیش، تو محیط مدرسه و دائما بولی شده بود و تحقیر شده بوده، تو خیابون، کمیته، خانه و بیرون، و متاسفانه الان بیماری شیزوفرنیا گرفته، شیزوفرنیک شده. یعنی میدونی که شیزوفرنیک یکی از بدترین بیماری روانیه که دیگه قابل علاج نیست. و مادر اومد لندن برای دیدنش و من دیدمشون، برای تراپی اومدن. این مادر واقعا با یک جلسه آقای برومن، فقط با یک جلسه، چنان بیدار شد این مادر، چه اشکی میریخت از اینی که نادانسته و با نادانی چقدر ظلم کرد خود و همسرش به فرزندش، در صورتی که این فرزندش تقصیر نداشت. و شروع کرد و اومد سمینار و هم پسرشون هم باهاشون بودن و خیلی راحت دیگه در این مورد صحبت کرد، عذرخواهی کرد از اینکه سالها با نادونیش
مثل کبک سرشو کرده بود. البته یادمون باشه تقصیر ندارن، مخصوصا در شهرهای کوچیک خب خیلی خیلی سخته، مردم مسخره میکنن، خانواده رو زیر سوال میبرن، قضاوت میکنن، واقعا نهایت بیشعوری و فقر فرهنگی ماست دیگه. اسم خودمونم میذاریم متمدن، رگای گردنمونم سیخ میشه که 6000 سال ما تمدن داریم. آخه این کجا تمدنه که شما یه عزیز هموسکشوال یا همجنسگرا رو مسخره بکنین و یه خانوادهش رو مسخره بکنین و این خانواده مجبور بشن اجخاف و نامهربونیشون رو به بچهشون هم بیشتر بکنن به خاطر اینکه شما ما مردم بیرون داریم اجخاف بهشون میکنیم. اگر هر کدوم از ماها این درایت و شعور و دانایی رو پیدا بکنیم و فرزندمون رو، فرزندگیمون رو من مادر و من پدر بپذیرم، اون وقته که جامعه دیگه جرأت نمیکنه بی‌حرمتی کنه به فرزند همجنسگرای من. ولی جامعه در و همسایه، مردم نادان، مادامی که بفهمن ضعف ما رو، مادامی که بفهمن ما نپذیرفتیم، اونا هم نمیتونن بپذیرن و شروع میکنن بیشتر به اجحافشون و یا قضاوت نابرابرشون. امیدوارم که تو عزیزم هم بتونی یه رأی فردی رو پیدا کنی از اعضای خانوادت، باهاش بتونی این مسئله رو در میون بذاری و ببینی چجوری با مادر، صدای منو برای مادر بذار. من برنامه زیاد در مورد همجنسگرایی صحبت کردم، چه در تلویزیون، چه در سمینار، چه در برنامه شما آقای برومند. برنامه ها رو براشون بذار و تمنای من از این مادر و پدر اینه که ثابت کنن به این عزیزشون که افسردگی گرفته، ای مادر، ای پدر، رومی ویلیام یه هنرپیشه بسیار بسیار معروف آمریکایی بود، 63 سال عمر، 3 بار ازدواج، 2 تا بچه گل از این مریضش داشت، ولی افسردگی بهش امان نداد و دست به خودکشی زد، مردی که همه امکانات زیر دستش بود. ما باید خیلی مراقب افسردگی بچه هامون باشیم، ما باید مواظب باشیم بچه های ما اگر مراقبت ازشون نکنیم، از نظر روانی حمایتشون نکنیم، بیماری های خیلی جدی جسمی و روانی میگیرن. اون وقت توی مادر، توی پدر باید به دنبال از این دکتر به اون دکتر، از این خرج به اون خرج، فقط به خاطر اینکه فقر فرهنگی رو پشتش رو صفر گرفتی و نخواستی رهاش بکنی و خودت بشی یک مادر مهربان و یا پدر مهربان و روشنفکر و این عزیز تو بپذیری و بشی یه الگو برای اون جامعه، خانواده خودت و جامعه و در همسایت، که اونا هم اگر یه همچین موزل، یه همچین مشکل و یه مسئله ای رو یا فقر موزل فقر فرهنگی دارن، اونا هم متوجه بشن و از تو مادر و پدر الگو بگیرن. هر کدوم از ما اگر این شجاعت رو پیدا بکنیم، فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که مهربان باشیم، شعار ندیم. اگر پسرت دوست داری، اگر دخترت دوست داری، نشون بده، ثابت کن که دوست داری. ثبوتش به چه صورته؟ به این صورته که مثل این عزیز، مثل این کیس، با دل باز، با آغوش باز عزیزتو بپذیر، بغلش کن، ببوسش و حمایتش بکن از نظر عاطفی و همچنین از نظر فرهنگی، همچنین از نظر اجتماعی. متاسفانه من درکت میکنم عزیزم، خیلی خیلی سخته آقای برو من، خیلی سخته وقتی که گیر کنه توی همچین موزلی باشه و گیر بکنه و دارم هیچ کس جرأت نکنه با کسی صحبت کنه. الان این عزیز ما هم ایزوله کرده خودشو و این نشونه افسردگیه و اگر کاری الان برای خودت افسردگی نکنی عزیزم، افسردگیت ادامه پیدا میکنه. کوشش بکن عزیز دلم، هر چه زودتر ببین چقدر میتونی این شجاعت رو با خودت پیدا کنی عزیزم. من good luck to you عزیز کنم.